در عبارتی که بهتر است هرگز در گوگل سرچ نکنید. جستجو در گوگل دروازه ورود به دنیای اینترنت است. کلمات و اصطلاحاتی که جستجو میکنید روی تجربه شما اثر مستقیمی میگذارند. در بیشتر مواقع گوگل برای جستجو کردن بهترین ابزار است. اما آیا میدانستید همین ابزار مفید در بعضی مواقع میتواند شما را گمراه کند و یا علیهتان عمل کند؟ همراه ما باشید تا به شما بگوییم بهتر از چه عباراتی را گوگل نکنید. سلام، من ارسطو سروزگانی هستم و امروز شما را فرا می‌خوانم در باره 10 عباراتی که بهتر است هرگز در گوگل سرچ نکنید. نشانه های بیماری. بیایید از وضعیت سلامتی شروع کنیم. وبسایت های زیادی وجود دارند که به بیماری ها و نشانه های آنها اشاره می کنند و اغلب توسط افراد غیر حرفه‌ای مدیریت می شوند. قطعا نگاه کردن به نشانه های بیماری در اینترنت نه تنها به شما کمک نمی کند، بلکه حالتان را بدتر می کند و شما را می ترساند. اگر حس می کنید که مشکلی دارید، به سراغ پزشک واقعی بروید و از گوگل به عنوان پزشک استفاده نکنید. جستجوی مجرمانه. این موضوع بسیار جدی است. شاید عبارات چگونه بمب بسازیم و یا چطور قرص آمفتامین درست کنیم را فقط به خاطر کنجکاوی جستجو کنید. اما این را به یاد داشته باشید که نیروهای امنیتی و مبارزه با مواد مخدر این جستجوها را رهگیری می کنند و آدرس آی پی شما را در دیتابیس خود ذخیره می کنند. شما که نمی خواهید به خاطر کنجکاوی به دردسر بیفتید. سرطان. این بخش از آن حوزه هایی است که هرچی کمتر در موردش بدانید بهتر است. سرطان نشانه های مختلفی دارد و اغلب آنها را می توان در سایر بیماری های عادی هم مشاهده کرد. نشانه های مثل سرگیجه، ضعف، حالت تهوع و غیره از این نشانه ها هستند، پس احتمال زیادی دارد که این نشانه ها را با سرطان اشتباه بگیرید و بترسید. آلودگی احساس. شاید اسم احساس را شنیده و یا حتی از وجودش آسیب دیده باشید. اما تا حال فکر کرده اید که آلودگی ناشی از احساس چگونه است؟ اگر می خواهید همچنان به خوابیدن ادامه بدهید، توصیه می کنیم که در مورد آنها جستجو نکنید. بیماری های پوستی. بیماری های پوستی مختلفی وجود دارند که ظاهری چندان جالبی ندارند. تصاویر این بیماری ها در وبسایت های گوناگون قابل مشاهده است. بهتر است که به سراغ این تصاویر نروید، چرا که بعضی از آنها واقعا آزاردهنده هستند. ریه افراد سیگاری. ممکن است که اهل سیگار کشیدن باشید و گاهی اوقات به این فکر کنید که سیگار کشیدن چطور بر ریه شما آسیب می رساند. در سطح وب تصاویر مختلفی از ریه افراد سیگاری پیدا می شود که بسیار عجیب هستند. البته اگر می خواهید که برای ترک سیگار مشویق داشته باشید، می توانید به سراغ این تصاویر بروید. با این حال بهتر است که این کار را نکنید. حیوانات خطرناک. لطفاً از جستجوی چنین فهرست خودداری کنید، مگر اینکه بخواهید فهرست چیزهایی را که موجب وحشتتان می شوند طولانی تر کنید. حیوانات خطرناکی در دنیا وجود دارند و بعضی از آنها در اطراف شما زندگی می کنند. چون این ترس هایی باعث می شوند که از سفر کردن هم خودداری کنید. اسم خودتان. در عصر دیجیتال حریم خصوصی به شدت تهدید می شود. اگر نام خود را جستجو کنید، این احتمال وجود دارد که با نتایج ناخوشایند مثل اطلاعات قدیمی، محتوای بی ربط و تصاویر زننده از خودتان روبرو شوید. اگر با چنین نتایج روبرو شوید، تمایل به حذف آنها پیدا خواهید کرد و این کار آسانی نیست. تخلیه جوش های سرسیا. نتایج این جستجو کمی متفاوت است. چندان ترسناک نیست و مشکل را هم برای شما ایجاد نمی کند. اما وقتتان را تلف می کنند، چرا که از تماشای این صحنه ها خسته نمی شوید. خیلی عجیب است که تخلیه جوش سیاه اینقدر لذت بخش است. بنابراین توصیه می کنیم از دیدن آنها پرهیز کنید. متولد شدن نوزاد.
حتما چنین صحنه‌هایی را در فیلم‌ها دیده‌اید. زن با صدای بلند فریاد می‌زند و پزشک تلاش می‌کند تا او را آرام کند. دیدن این صحنه‌ها حتی در فیلم هم موجب استرس می‌شود. اگر خانم‌ها این صحنه را ببینند، ممکن است از به دنیا آوردن کودک پشیمان شوند. پس این صحنه‌ها را تماشا نکنید. پس چه چیزی را جستجو کنیم؟ خب شما می توانید به جای جستجوی موارد ناخوشایند در گوگل از آن لذت ببرید و جستجوی خود را با کلمات مثل چرا، چگونه و غیره شروع کنید. با این کار گوگل محبوب ترین جستجوها را نشان می دهد که از دیدن نتایج آن تعجب خواهید کرد. تشکر از توجه شما. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما لطفا کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید.